یه نکته هم که الان یادم اومد اینه که ببینید صدای موتور خب خیلی اگه مثلا بار اولتون هم باشه چیزی که میگن اینه که خیلی ترسناکه. خب شما اگه همتون کنار هم وایسادین دست به دست وایسادین خب اینا با موتور میان طرفتون و این انقدر وحشتناکه که بعد معمولا مردم الان مثل که ویدیوها داره نشون میده که اینجوری دیگه نیست، ولی اگه تو تظاهرات قبلی اگه نگاه بکنین حتی مردمی که خیلی شجاع هستن به طور غریزی وقتی یه چیزی با همچین صدای بلندی طرفشون میاد همه پخش میشن میرن یه طرف. خب حالا اینم تایید بگین درسته یا غلطه، ولی اتفاق امترین کار این هست که سر جاتون بمونید. خب شما وقتی جدا میشین از هم گرفتن و زدن شما راحت تر میشه. اگه این موتور میاد طرف هر چقدر صدای بلند کاری با شما نمیتونه بکنه. شما اگه همتون کنار هم وایسین و این بایک دارن سعی میکنن بترسوندتون از هم دور نشین، اتفاقا برای اونها خطرناک میشه. خب برای اینکه الان وسط یه جمع میشن، موتور میاد وسط یک عالمه آدم، خب برای اونها خطرناک میشه. برای حواستون باشه که صدای بالا کاری با شما نمیتونه بکنه، اگه کنار هم باشین خطرناکتر برای اونها میشه تا برای شما. برای این دست به دست بمونید، کنار هم بمونید، جدا از هم نشید. آیا نظر شما چیه؟ آیا این پیشنهاد درستی یا غلطیه؟ آره دیگه آرمی، من گفتم بهت دیگه، گفتم سر جاتون وایسید. آره دقیقاً همینه. ولی یه نکته اینو من بگم اکبر، اینم حالا تا یادم نرفته چون یکی دو بار یادم اومد بعد یادم رفت. این که وقتی میخواهید برید بیرون حتما، نمیدونم من یه قطع شد یه لحظه صدام، یعنی روم برام نمیدونم بچه‌ها گفتن یا نه، حتما یه سناریو داشته باشید. مثلا سناریو داشته باشید که از خونه فلانی دارم میرم خونه فلانی برای فلان کار. یعنی یه سناریو اس نایره نه فلانی رو نگو، اس نایره بهتره. اس نایره نه، از خونه مادرم مثلا دارم میرم خونه خودمون مثلا. آره. مثلا سر کار اومدم دارم میرم مثلا آره. خونه این بهتره او؟ این بهتره. آره آره. یعنی یه سناریوی تعریف شده داشته باشید که اون سناریو رو هم کامل چیده باشید به مسیرتون بخوره، به همه چی یعنی پازل سناریو کامل باشه و این سناریوها خیلی کمک میکنه. من دوستان تجربه داشتن که اگه این سناریو درست از آب در بیاد معمولا همونجا. حالا یه فکر الان بزنم رسید بگو آیا این خیلی حرف بیخودیه یا نه. خب من میگم میتونین کیسه پلاستیک دستتون باشه و یه ذره شیر بخرید، برین شیر بخرید و اینو دستتون داشته باشید. خب که هم این دوتا کاربرد داره. اگه گرفتنتون میتونی بگی ببین من داشتم میرفتم شیر بخرم، خب یکی این شیر دستمه، دو اگه گاز اشکاور زدن خب شیر کاربرد داره دیگه، شیر رو میتونیم بدیم به کسایی که الان نیاز دارن برای شستن چششون. هم توجیه میکنه که چرا بیرونی نه اون کاره خرید و اینا هم که باشه که، ولی حالا شما میخواید بدوید و اینا یه چیزی دستتون نباشه راحت تره. ولی آره. یه نکته دیگه هم هست تو این سناریو، حواستون باشه که همه چی رو با همه هماهنگ کرده باشید. یعنی اگه میخواید بگید مثلا از خونمون دارم میرم فلان جا، به خونه با کسایی هم که دارید چیز میکنید یا با سر کار یا با هر جای دیگه، این رو با آدمای مطمئن رو توی سناریوتون بچینید و از قبل این رو هماهنگ بکنید و اگر چند نفرم هستید یه سناریو چند نفری هماهنگ داشته باشید که اینا با هم تناقض نداشته باشه. من توی لایو چت دارم میخونم که میگن تخمرغ میتونیم به شیشه های ماشینای سرکوب بزنید. آیا نمیدونم این کاربرد داره یا نه، چون تخمرغ رو نمیشه راحت مثلا پاک کرد. یه چیز دیگه که من شنیدم شاید نه بهتر... تخمرغ رو تا برفا کنه بزنه به گند کشیده میشه، تازه اگه برفا کنه شم بزنه افتضاحش. اوکی تخمرغ... پس تخمرغ خوبه، پس تخمرغ بزنه. یه چیزی هم که واقعا جواب میده فکر کنم قاطی کردن چسب و رنگ و زدن اون به ماش شیشه جلوی، حالا فکر کنم کار سختی باشه، همون تخم مرغ فکر کنم راحت تره. آره تخم مرغ بزنید شیشه آره، چسب و رنگ هم توی تخم مرغ میتونید تخم مرغ رو خالی بکنید، چسب و رنگ رو قاطی کنید، بریزید توش، تخم مرغ رو یه جوری بس درشو ببندید، یعنی یه جاشو سوراخ کنید خالی بکنید، این کارو کنید، خود تخم مرغ رو باز مثلا که توش رنگ هستش بزنید. آره ولی این کار دوباره قرار چه صداش، این کار سختیه. همون اگر اینو میتونین انجام بدین، ولی همون تخم مرغ هم اگه بزنین مثل اینکه همونجوری که نوید گفت شاید جواب بده. شما ببینید خیلی با کثیف کردن شیشه جلوی ماشین پلیس به این راحتی میتونید اون ماشین رو برای یه مدت خیلی خوبی از کار بندازید. شما با یه مش تخم مرغ میتونید باعث بشه که یه ماشین دیگه براشون تمام اون روز کاربرد نداشته باشه. خب برای همین این خیلی فکر کنم پیشنهاد خوبی باشه. اکبر اینو تایید میکنه یا نه؟ عالیه اصلا اگه این کارو بتونم بچه‌ها بکنن که بی‌نظیره. اصلا جزئی که جزئی یک پروتکلای
افرادی که تو تظاهراتن در همه جای دنیا. من آرمین سری این چند تا نکته رو بگم که نوبت بعدی برسه وقت نگیرم. اگر دوستانی که اولا قبل از اینکه برید یه نلبکی توش نمک بریزید، انگوشتای دستتون 10 تا انگشت دستتون رو روی یعنی جایی که اثر انگشتتونه بمالید روی نمک، اینجوری باعث میشه که اثر انگشت شما مخدوش شه. احیانا الان دیگه مثل سابق نیست که با اون استمپ و اینا اثر انگشت بگیرن، یه چی دستگاهیه حالا پشتش یه حالت لیزر داره، انگشت شما رو اسکن میکنه. اینا واقعا اثر انگشت دارن میگیرن الان توی همچین تظاهراتی؟ آره همیشه میگیرن. آره چون شما کارت ملی یا اون چیزت اثر انگشت داخلش هست با اون تطبیقش میدن تو دیتابیسشون، برای همین اثر انگشتت چیز میشه، مخدوش میشه، نمیتونن بگیرن. تا 2-3 روز اثر انگشتتون مخدوش میشه. پس نمک تو نلبکی یا تو در نوشابه بریزید، هی این دستتون انگشتاتونو بهش بسابید. من نمیدونم این واقعا من این یه مقدار شک دارم که الان چیز خوبیه یا نه، فکر کنم آره به نظر منم بهتره شما معلوم باشه کی هستید که دستگیرتون، چون که معلوم نباشه اگه قبلا دستگیرتون کردن نخواهید بدونید.